سلام، من آیدینم. امروز اومدیم با یه ولاگ، اومدیم که غذا برای مارها تهیه کنیم و بهتون آموزش بدم چجوری باید غذا تهیه کنیم. یکی از مزلات اصلی همه ماهایی که پت داریم، مار در واقع به عنوان پت داریم، تهیه غذای سالم و خوبه. یه سری جاها هستن، یه سری افراد هستن که این کارو میکنن. حالا من امروز رویه من اینجوریه که همیشه خودم میرم تحویل میگیرم، یعنی یه جا قرار میذارم، غذاها رو برام میارن و تحویل میگیرم. اگه امروز بهم اجازه بدن که یه ذره فیلم بگیرم از این پروسه تحویل براتون فیلم میگیرم که حتما به شما هم نشون بدم. مخلصیم، بریم که داشته باشیم. و همینجوری که منتظریم یه سری توضیحات بدم. همیشه اینجوریه که شما باید خیلی منتظر باشید واسه این پروسه، یعنی یه دو سه روز قبلش باید حتما هماهنگ کنید با کسی که براتون غذا رو میاره. دوم اینکه از جای مطمئن همیشه باید غذاتون رو بگیرید، یعنی اینجوری نباشه که تو خیابون موش پیدا کنید به مارتون بدید. هزار نوع مریضی ممکنه بگیرن، انگل میتونن بگیرن. از جای مطمئن این کارو بکنید. وقتی از جای مطمئن این کار میکنید، خیالتون راحته که مریضی هم برای مارتون پیش نمیاد، یعنی انگلی نداره و مریضی قرار نیست پیش بیاد. موضوع بعدی اینه که حتما دقت کنید توی سایزی که دارید میگیرید. من قبل توی ویدیو قبلی توضیح دادم کامل سایزها رو چه شکلیه، چی کار باید بکنید، چه سایزی باید بگیرید و به زنده بودن و مرده بودن موشتون هم باید دقت کنید. این نکاتی هست که خیلی باید دقت کنید روش. موضوع بعدی اینه که حتما وقتی میخواید موشتون رو تحویل بگیرید، اگه زنده میگیرید سلامتش رو چک کنید. چک کنید موشه حالش خوب باشه، علائم نداشته باشه، نمیدونم دهن کف کرده نداشته باشه، تشنج نداشته باشه، گرم و زده نشده باشه. همه اینا رو باید چک کنید. مسئله بعدی که حتما یه دونه ظرف، ترجیحاً ظرف ماست استفاده شده، بیارید با خودتون. درش رو سوراخ کنید، یه کارتون سوراخ کنید که هوا داشته باشه، یه اگه موشه زنده میگیرید هوا رد و بدل بشه. یه تیکه خیار بهترین چیزه، یه تیکه خیار نصف کنید بندازید اون تو برای تغذیهش. حالا از مسیری که مثلا میخواید بیارید موشه تا مثلا جایی که ماراتون هست و بهشون بدید و حتما بذارید یه تیکه خیار که موشه حالا حالش بد نشه، یه تغذیه بالاخره داشته باشه تا اون موقعی که شما میرسید. مسئله بعدی هم گفتم علائمش رو حتما چک کنید، موش زنده باشه، سرحال باشه، اوکی باشه همه چیش. موضوع بعدی موش‌های مرده است. شما اگه می‌خواید موش مرده بگیری، بهترین حالتی که خودم بهش رسیدم یه قوطی رب خالی، رب گوجه خالی، یه قوطی فلزی بیارید با خودتون که این موش‌ها رو حالا الان که تابستونه اوکیه، میذارید توی این قوطی رو، با درش رو میبندید، میذارید جلوی آفتاب چون منجمدن. یعنی اکثر موشه‌ای که مرده میارن براشون منجم، موشه‌ای که فریز شدن. دمای این موشی که فریز شده باید به دمای گرمای بدن یه موش زنده برسه که مارتون بخواد بخورتش. اگه یه ذره سردتر باشه نمیخوره، منجمد باشه که اصلا نمیخوره، یعنی خیلیش خطرناک هم هست. خب داشتم میگفتم اینجا ماشین رد شده لحظه. آره، بعد دماش به دما گرمای بدن یه موش زنده برسه. پس یه قوطی رب بیارید با خودتون، موشه رو بندازید، موش مرده رو بندازید توش و بذارید جلوی آفتاب. یه 10 دقیقه یه رب که جلوی آفتاب بمونه دماش متعادل میشه، دماش به دمای بدن یه موش زنده میرسه و اون وقته که شما میتونید به مارتون بدید. برای این قضیه که میخواید به مارتون بدید، سعی کنید بیشتر از یه پنس بلند استفاده کنید اگه میترسید. نکته بعدی که پنس داره اینه که مار شما دست شما رو به عنوان تومه نمیبینه اون وقتی که هیچ وقت، یعنی اون خب بالاخره بوی موشه به دست شما میمونه و ممکنه دست شما رو بعداً به عنوان تومه بشناسه. یعنی شما میخواید مثلا یه موقع مارتون رو در بیارید، هندل کنید، دستتون بگیرید، باش بازی کنید یا هر چیزی، ممکنه این بک‌گراند ذهنی و مار شما داشته باشه که شما میخواید بهش غذا بدید همچنان. خب داشتم میگفتم، ببخشید گوشیم زنگ خورد. آره، فایده دیگه که این پنس داره اینه که موش شما دست شما رو به عنوان تومه نمیبینه.
شما میخواهید مارتون رو هندل کنید در بیارید و مار شما این بکراند ذهنی رو داره که شما میخواهید بهش غذا بدید و چون با دستم این کارو کردید، مار شما فکر میکنه خب دست شما تومست دیگه، بوی اون نوشه هم میداده، نمیگم حتما ولی ممکنه اتک بده به شما، دست شما رو به عنوان تومه بشناسه. بهتر این کارو نکنید و از همون چیز استفاده کنید دیگه، پنس استفاده کنید بهترین حالته و بعدن همین مشکل برای شما پیش نخواهد اومد. بکنم اومد کسی که غذا برای قراره برای ما بیاره، من برم ازش بپرسم میشه تون گرفت یا نه. میبینم اتون دوباره. خب من این غذا رو تحویل گرفتم، بهتون نشون بدم چه شکلیه، ببینید معلوم هست یا نه. سه تا موش مرده، یخ زده، فریز شده، میذارم اینجا که یه ذره یخش باز شه تا خونه. حالا من قوطیه رو خودم نیاوردم، من میگم بیارید، خودم یادم رفت بیارم، جا گذاشتم تو مشما. اوکی بذارمشون تا یه ذره یخشون باز شه و بتونم غذا بدم و حتما میگیرم غذا دادن امروزو به شکل یه ولاگ. اولین ولاگ چنلمونو بذاریم ببینیم استقبال میشه نمیشه چجوریه. میبینمتون فعلا. اینا هم گذاشتیم اینجا که یه ذره یخشون باز شه جلو آفتاب. خب یکی از سه تا مار که خب راحت گرفت تومه رو و شروع کرد خوردن، مار دوم هر چی تلاش کردم نخورد، همچنین مار سوم. نیا کنید تکون بدیم تکون بدیم تکون بدیم، تون 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 تون، ویدیو تون شده ها، قطون نیست. یه ذره علاقه نشون داد ولی نخورد. البته حدس میزنم دوتاشون نخورن به خاطر اینکه دارن میرن تو مراحل پوست اندازی و احتمال میدادم که نخورن، واسه همین دوباره موشه رو فریز کردم که حالا بعد از پوست اندازیشون که معمولا یک هفته طول میکشه امتحان کنم بهشون بدم. این نکته بگم که تو پوست اندازی اصلا غذا نمیخورن و ویدیو بعدی کامل بهتون توضیح میدم مراحل پوست اندازیشون چجوریه و چی کار باید بکنید. خیلی معمولا اگریسیو میشن، حالا اینا هنوز کامل توی پوست نرفتن، فقط یه ذره رنگشون کدر شده که میتونید یه ذره تو ویدیو هم ببینید این قضیه رو. و هر کاریش کردم سعی کردم حالا یه ذره اگریسیوش هم کنم که تومه رو بزنه نزد. دمتون گرم که نگاه کردید، لایک ساب یادتون نره، خداحافظ.